فردی مسلح امروز دوشنبه اقدام به گروگانگیری شماری از شهروندان در کافه‌ای در مرکز شهر سیدنی کرده است تازه ترین گزارش ها است که پنج نفر از گروگانها موفق شدند از این کافه فرار کنند مردی که اقدام به گروگانگیری کرده خواسته است تا پرچم حکومت اسلامی در اختیارش گذاشته شود و میگوید چهار بمب در نقاط مختلف شهر کار گذاشته شده است پلیس استرالیا اعلام کرده که گروگانگیر یک پناهنده ایرانی است که نام خود را به هارون مونس تغییر داده کارکنان و مشتریان یک کافه در مرکز شهر سیدنی که هنوز تعداد دقیق آنها مشخص نیست امروز دوشنبه 15 دسامبر 24 آذر توسط فردی مسلح به گروگان گرفته شدند در همین ارتباط تلویزیون محلی استرالیا در تصاویر خبری خود تصویری را نشان داد که دو تن از گروگان‌ها در داخل کافه لیند مجبور شدند از پنجره کافه پرچمی سیاه رنگ که روی آن کلماتی به عربی نوشته شده است را به نمایش بگذارند. خبرها حاکی از آن است که بر روی این پرچم جمله لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته شده است. پیشتر اعلام شده بود که پنج تن از گروگانها موفق به فرار شدند. سه مرد شش ساعت بعد از گروگانگیری فرار کردند و دو زن یک ساعت بعد موفق به فرار شدند. کانال ده استرالیا اعلام کرد توانسته است مستقیما با دو نفر از گروگانهای داخل کافه گفتگو کند. به گفته این شبکه تلویزیونی آنها میگویند گروگانگیر چند درخواست دارد یکی از درخواست های او این است که پرچم دولت اسلامی به او داده شود و درخواست دوم او گفتگو با تونی ابوت نخست وزیر استرالیا آنها همچنین گفتند گروگانگیر از کارگزاری چهار بمب خبر داده که دو بمب در داخل کافه در میدان مارتین و دو بمب دیگر در شهر سیدنی کارگذاشته شده است. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا پیش از این اعلام کرده بود که هنوز از اینکه آیا انگیزه گروگانگیری سیاسی است یا خیر اطلاعی در دست نیست البته او گفت به وضوح نشانه هایی از انگیزه های سیاسی وجود دارد بنابر گزارش خبرگزاری ها او با اعلام اینکه استرالیا دارای جامعه‌ای صلح طلب، باز و بخشنده است، خواستار آن شد که مردم مثل همیشه سر کار خود حضور یابند و تنها در صورت مواجهه با موردی مشکوک با مراکز مربوطه تماس گیرند. او گفت دولت نیز به روند جاری کارهای خود ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز اندرو اسکیپیون رئیس پلیس ایالت نیو ساوت که سیدنی پایتخت آن است نیز اعلام کرد که پلیس هنوز تماس مستقیمی با گروگانگیر نداشته است با این همه وی گفت که به نشانه هایی رسیدند که سازگاری این اقدام با یک اقدام تروریستی را مشخص می کند. همکنون صدها پلیس کاملا مسلح دور تا دور کافران محاصره کردند. صدها نفر از مردم منطقه از این محدوده به بیرون هدایت شدند. ساکنان ساختمان روبروی کافه نیز با کمک پلیس به خارج از محدوده خطر رفتند. ساکنان طبقات بالایی کافه نیز با نرد بام از ساختمان خارج شده و ساختمان تخلیه شده است. مقر دولت ایالتی نیو ولز ویلز،, ویلز، جنوبی نو، بانک رزرو استرالیا و چندین بانک دیگر در منطقه‌ای که کافه در آن قرار دارد واقع شدند. مسئولان بانک رزرو اعلام کردند که کارکنان این بانک خارج نشدند و همگی در سلامت به سر میبرند. به گزارش رویترز، کنسولگری آمریکا در شهر سیدنی که در نزدیکی لین که گروگانگیری در آن رخ داده قرار دارد، تخلیه شده است. به گفته سخنگوی کنسولگری این کنسولگری هشداری فوری نیز به شهروندان آمریکایی در سیدنی داده است تا در سطح بالایی از هوشیاری باقی بمانند و قدمهای مناسب را برای افزایش امنیت شخصی خود بردارند به گفته سخنگوی کنسولگری تعدادی از کارمندان کلیدی کنسولگری در داخل کنسولگری باقی ماندند اما بقیه محل را ترک کردند نخست وزیر کانادا نیز از طریق شبکه های اجتماعی آمادگی خود را برای کمک به استرالیا اعلام کرده است. استیو لوانه یکی از مدیران کمپانی لیند در استرالیا در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده است که در این شعبه از کاف لیند حدود ده نفر کار میکنند. وی همچنین احتمال داده است که در حال حاضر در کافه سی مشتری حضور داشته باشند وی البته در گفتگو با خبرگزاری ها تاکید کرده است که این رقم چیزی است که وی حدس میزند و ممکن است واقعیت نداشته باشد پلیس استرالیا نیز گفته است شمار دقیق گروگان ها مشخص نیست اما باید کمتر از سی نفر باشند. بینندگان عزیز طبق خبری که همکنون به دست من رسیده ساعتی پیش پلیس ضد تروریست استرالیا موفق شد همه گروگان ها را آزاد کند. شهر بیشتر این ماجرا رو در خبر فردا به اطلاعتون خواهیم رسوند یک بند بودجه سال 93 که دولت رو موظف به شناسایی و حذف دهک های پردرآمد از فهرست یاران بگیران می کرد در لایحه بودجه سال 94 به طور کامل حذف شده است بر اساس این گزارش دولت همچنین در لایحه بودجه سال 94 پیشنهاد کرده است تا بخشی از کسری پرداخت یاران نقدی به غیر نیازمندان از محل منابع صندوق توسعه ملی جبران شود به گفته مقام های ایران بیش از 73 میلیون نفر از جمعیت 77 میلیونی برای دریافت یارانه ثبت نام کردند علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی پیش از آغاز ثبت نام ها گفته بود که 10 میلیون نفر ثروتمند در ایران شناسایی شدند عابد فتاحی نماینده مردم ارومیه گفته ما انقلاب کردیم تا جلوی فسادها را بگیریم اما امروز فساد دامن کشور را گرفته و برخی به جای پیشگیری تلاش می کنند این فسادها را انکار کنند و رقم آن را پایین تر از واقعیت اعلام کنند وی گفته فساد و رشوه و اختلاس تبدیل به یک هنجار شده است حتی ما به عنوان نماینده مجلس هم گاهی مجبوریم رشوه بدهیم آقای فتایی گفته کار از زیر میزی گذشته و کاملا روی میزی رشوه گرفته می شود محسن احمدی مدیر مسئول سایت همت نیوز به اتهام جمعوری و انتشار نظرات مخاطبان خبرگزاری فارس و سایت های الف و نوکات پرس درباره بابک زنجانی به دو سال حبس محکوم شد پس از انتشار گزارش مذکور این فعال سایبری حامی احمدی نژاد در دادگاه انقلاب محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به دو سال کاهش یافت در سه سال گذشته بیش از 28 فعال رسانه احمدی نژاد احضار و بازجویی شده و گروهی از آنها نیز زندانی شدند تیم هسته ای ایران امروز نخستین دور مذاکرات اتمی با گروه 5 به علاوه یک را در دوره تمدیدی هفت ماه آغاز می کند محور کار این تیم در این دور مذاکره با تیم آمریکا اعلام شده است رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید به حصول توافق خوشبین هستیم هیئت مذاکره کننده هسته ای ایران به سرپرستی عباس عراقچی و مجید تقروانچی امروز دوشنبه عازم ژنو در سوئیس خواهد شد. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که این گفتگوها در سطح معاونان وزیران خارجه در ژنو برگزار خواهد شد. عراقچی گفت که تیم ایران مذاکرات دو با تیم آمریکا و نیز سایر تیم‌های مذاکره کننده در ژنو خواهد داشت و قرار است دو تیم مذاکره کننده درباره همه موضوعات مورد اختلاف با یکدیگر مذاکره کنند. سرپرستی تیم مذاکره کننده آمریکا را خانم وندی شرمن معاون موقت وزارت امور خارجه آمریکا بر عهده خواهد داشت. بر اساس خبرهای اعلام شده اعضای تیم مذاکره کننده آمریکایی عبارتند از مدیر کل ارشد شورای امنیت ملی آمریکا در امور ایران عراق و کشورهای خلیج فارس مشاور ارشد معاون وزارت خارجه در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی مدیر کل شورای امنیت ملی آمریکا در امور عدم اشاعه مشاور حقوقی وزارت امور خارجه مدیر کل دفتر ایمنی و امنیت اتمی وزارت انرژی مشاور ارشد وزارت خزانه داری در امور تحریم ها و مشاور ارشد معاون وزارت امور خارجه وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که مذاکرات دو میان تیم‌های ایران و کشورهای پنج به علاوه یک با هماهنگی کاترین اشنان مشاور ویژه اتحادیه اروپا صورت خواهد گرفت. همچنین قرار است هلگا اشمیت از مقامهای عالی رتبه سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار دوجانبه میان ایران و تیم مذاکره کننده آمریکا شرکت داشته باشد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با ابراز خوشبینی در خصوص دستیابی به توافق ای گفته است تا مذاکرات ادامه دارد قصد راه اندازی 9000 سانتریفیوژ را نداریم علی اکبر صالحی در گفتگو با شبکه خبری العالم گفته است دو طرف باید به توافق برسند از این رو من به حصول توافق خوشبین هستم چون اگر اتفاق دیگری بیفتد به نفع هیچ کس نیست و افسوده فکر میکنم که برای طرف مقابل هم راهی جز تفاهم باقی نمانده و ما هم همانطور که رئیس جمهور گفتند به دنبال تفاهم برد برد هستیم رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه آخرین نسل سانتریفیوژ را در اختیار داریم ولی هنوز با آن گاز تزریق نشده است گفته ما اکنون سانتریفیوژهای های نسل دوم را داریم که حدود هزار عدد آنها نصب شده است و حدود یک زنجیره 164 تایی آنها به صورت آزمایشی کار می کند. علی اکبر صالحی گفته است ما این را به عنوان حسن نیت خودمان به طرف مقابل نشان می رهیم. البته تست های مکانیکی در حال انجام است و تست های متنوعی باید فعلا انجام گیرد. یکی از اعضای تیم مذاکره کننده اتمی ایران در گفتگو با ایرنا با تاکید بر اینکه برخی اختلافات هنوز حل نشده و نیاز به مشورت های بیشتر دارد گفت محور اصلی اختلافات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک مدت زمان توافق نهایی میزان قنیسازی اورانیوم و نحوه لغو تحریم ها علیه برنامه هسته ای ایران است. پیشتر فرانس و اولان رئیس جمهوری فرانسه چهار شرط توقف قنیسازی 20 درصدی اورانیوم کنترل بین المللی بر تمامی تاسیسات هسته ای ایران کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده و توقف فعالیت تأسیسات آبسنگین عراک را برای توافق هسته‌ای با ایران مطرح کرده بود. ایران و کشورهای پنج به علاوه یک سال گذشته در ژنو به توافقی موقت برای حل مناقشه هسته‌ای ایران دست یافتند. طبق این توافق قرار بود که برای دستیابی به راه حلی جامع و نهایی مذاکرات ادامه یابد. اما به رغم تمدید این گفتگوها طرفین مذاکرات نتوانستند به تفاهم برسند از این رو وزیران امور خارجه پنج به علاوه یک به رغم تایید پیشرفت گفتگوها اعلام کردند که برای رسیدن به توافق جامع نیاز به زمان بیشتری است و تهران نیز با تمدید مذاکرات برای هفت ماه دیگر موافقت کرد یکی از کارشناسان سیاسی بریتانیا در تازه ترین اظهارات خود درباره ادامه تعطیلی سفارت این کشور در تهران گفت سیاستمداران و اعضای پارلمان بریتانیا از کند بودن روند بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران ابراز تأسف می کنند و خواهان از سرگیری فعالیت نمایندگی سیاسی خود در تهران هستند این کارشناس سیاسی در مصاحبه با رادیو دولتی بریتانیا افزود ریچارد بکن نماینده مجلس عوام و نایب رئیس گروه دوستی پارلمان انگلیس و ایران که در تهران به سر میبرد گفته است ششم شهریور 93 قرار بود سفارت بریتانیا در تهران بازگشایی شود اما این اتفاق نیفتاد وی افزود تعویق در عادی شدن روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا موجب نارضایتی در بریتانیا خواهد شد نمایندگان کشورهای جهان پس از چند روز بحث و اختلاف نظر در لیما پایتخت پرو درباره چگونگی مقابله با تغییرات اقلیمی کره زمین به توافق رسیدند به گزارش خبرگزاری فرانسه این توافق چشماندازی درباره مبارزه با نوسانات اقلیمی ترسیم کرده است با این حال توافق نهایی به نشست آینده تغییرات اقلیمی که قرار است ماه دسامبر سال 2015 در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شود موکول شده است در جریان نشست لیما اختلاف های گسترده کشورهای مختلف با یکدیگر گفتگوها را به بمبست کشانده بود اتحادیه اروپا و آمریکا از نتایج نشست استقبال کردند اما تعدادی از فعالان محیط زیست این نتایج را مفید ندانستند حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران از عفو 37 زندانی ایرانی توسط رئیس جمهوری ترکمنستان خبر داد خبرگزاری ایسنا گزارش داده که ماه گذشته نیز چند نفر از زندانیان دو کشور آزاد و به کشورهای خود فرستاده شدند در همین رابطه محمد موسا هاشمی گلپایگانی سفیر ایران در ترکمنستان هم گفته که حدود 220 زندانی ایرانی در ترکمنستان در بازداشت هستند نیروهای ارتش عراق و یگانهای واکنش سریع مبارزه علیه تروریسم آن کشور عملیات گسترده ای را برای آزادسازی شهر موسل از دست گروه تروریستی داعش آغاز کردند بنابراین گزارش بالگردهای ارتش عراق نیز در این عملیات واحدهای زمینی را حمایت می کنند در همین حال فاد معصوم رئیس جمهوری عراق به اسامه النجیفی معاون خود دستور داد بر طرح عملیات آزادسازی موسل از داعش که در چند روز آینده آغاز خواهد شد نظارت داشته باشد پلیس ترکیه روز یک شنبه در یک عملیات همزمان در 13 شهر این کشور 25 روزنامه نگار مخالف دولت را بازداشت کرد سردبیر روزنامه زمان و مدیر یک شبکه تلویزیونی از جمله بازداشت شدگان هستند همزمان با اعتراضات داخلی نسبت به این بازداشت ها اتحادیه اروپا نیز به دولت ترکیه هشدار داد به نام امینی خبرنگار ما از ترکیه گزارش میدهد تنش میان دولت ترکیه و جماعت گلن به نظر میرسه نه تنها به این سادگی ها پایان نخواهد گرفت بلکه عباد تازه تری پیدا کرده عملیات همزمان روز یک شنبه پلیس ترکیه در سیزده شهر این کشور و بازداشته نزدیک به سی روز و دستن تلویزیونی که جملگی از هواداران جماعت گلن هستن عباد تازه تری از این تنش هستش در یکی از جنجالی ترین این عملیات ها در شهر استانبول نیروهای پلیس دفتر روزنامه زمان رو مورد بازرسی و اکرم دومانلی سردبیر روزنامه زمان که یکی از پرتیراش ترین روزنامه های ترکیه است رو بازداشت کردن در واقع به نوعی روزنامه زمان ارگان مطبوعاتی و رسانه جماعت گولن هم محسوب میشه هدایت کاراجا رئیس شبکه تلویزیونی سامانیولو و همینطور مدیران سابق اداره امنیت شهرهای هاکاری و سرت هم جزو بازداشت شدگان هستند هرچند فتولا گولن پیشتر از دوستان و حامیان آقای ارغان بود اما در سالهای اخیر به مخالف شماره یک او تبدیل شده تعطیلی مدارس مذهبی گولن در ترکیه توسط دولت آقای ارغان از یک سو و متقابلا انتشار چند فایل صوتی از سوی هواداران گولن مبنی بر فساد مالی نزدیکان آقای ارغان از سوی دیگه عامل افزایش این تنشها در طی یک سال گذشته بوده اون موقع یادمون هست که آقای اردوغان گفته بود که گولن و هواداران یک تشکیلات موازی رو در ترکیه ایجاد کردن و با نفوذ در پلیس و قوه قضاییه قصد کودتا بر علیه دولت رو دارن حتی در این رابطه آقای ارغان از امریکا خواسته بود تا فتولا گولن رو که در پنسیلوانیا اقامت داره به دولت ترکیه تحویل بده البته موضوع به همینجا هم ختم نشد دولت ترکیه در طی یک سال گذشته هزاران نیروی پلیس رو که مظنون به هواداری از شبکه گلم بودن یا از سمت خودشون برکنار کرد یا محل معمولیتشون رو تغییر داد حتی ماه گذشته دولت لایحه افزایش اختیارات پلیس رو به پارلمان برد لایحه‌ای که به گفته منتقدان بر اساس اون پلیس میتونه بدون نیاز به حکم قضایی مظنونان رو بازداشت بکنه اکرم دومانلی سردبیر روزنامه زمان هم با اشاره به همین موضوع گفته بازداشته او بدون حکم قضایی هستش اما خب از آن سو هم برخی رسانه های داخلی عنوان میکنن که دادستانی قبلا حکم بازداشت بیش از سی نفر رو در این رابطه صادر کرده بوده اما در واکنش با به بازداشت سردبیر روزنامه زمان صدها نفر از هواداران او بر روزنامه تحت مدیریتش مقابل دفتر این روزنامه در شهر استانبول تجمع کردند و خواستار آزادی او شدند همینطور کمال قلیشداروغلو رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت هم با انتقاد از این بازداشت‌ها گفت که این اتفاق شبیه یک کودتا هستش در این رابطه ما همطور شاهد واکنش های زیادی در شبکه های مجازی و افکار عمومی هستیم در طی یکی دو روز گذشته اما فراتر از واکنش های داخلی این اقدام دولت ترکیه واکنشهایی رو هم در خارج از کشور به همراه داشته در مهمترین این واکنش ها اروپا و در رس اون فدریکا ماگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه که اتفاقا همین هفته پیش از ترکیه دیدار کرده بود بلافاصله روز یکشنبه با صدور بازداشت روزنامه مقایر با ارزش های دموکراتیک اتحادیه اروپا دونسته همینطور وزارت خارجه امریکا و دیدبان حقوق بشر هم از دولت ترکیه خواسته آزادی های مدنی مندرج در قانون اساسی و قوه قضایی این کشور رو محترم بشماره اما شبکه دولتی ترکیه نهایتا شب گذشته در واکنش به این موضوع بدون اشاره مستقیم به شبکه گلن خبر داد که دادستان کل شهر استانبول اتهام این افراد رو تاسیس و رهبری یک گروه تروریستی با نام تحشیه و همینطور جل اسناد عنوان کرده شبکه دولتی ترکیه گفته تحقیقات پیرامون این شبکه تروریستی در حال انجام هستش دولت در نظر دارد برای نخستین بار در تهران مرکزی برای ترک اعتیاد کودکان مکانی رو تأسیس کند بسیاری از کودکان کار و کودکانی که در حاشیه تهران در محله های فقیر نشین زندگی می کنند به مواد مخدر از جمله شیشه و کرک اعتیاد دارند هیچ گونه آماری از تعداد کودکان معتاد در ایران وجود ندارد فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر در گفتگو با خبرگزاری مهر خبر داده است دولت قصد دارد نخستین مرکز ترک اعتیاد کودکان در تهران را تأسیس کند این مرکز بر اساس مصوبه شورای شهر تهران ایجاد می شود خانم دانشور گفته است بر اساس گزارش ها زیادی از کارتون خواب ها معتاد هستند کودکان برخی از آنها نیز به مواد مخدر اعتیاد دارند این وظیفه مسئولان است تا مرکزی برای ترک اعتیاد این قش مانند یک بیمارستان مجهز ایجاد کنند در حال حاضر نوزادانی که در اثر اعتیاد مادر با اعتیاد به مواد مخدر متولد میشوند در بیمارستان سینا تحت درمان قرار میگیرند اما هنوز در سراسر ایران از جمله در تهران مرکزی برای درمان کودکان معتاد وجود ندارد سن اعتیاد در میان کودکان کار به هفت و حتی پنج سال هم کاهش پیدا کرده است در یک تحقیق میدانی اعلام شده 80 درصد کودکان کار به موادی مانند تریاک، هشیش، شیشه و کراک اعتیاد دارند. در گزارش های جست و گریخته که در رسانه های ایران از جمله از تلویزیون دولتی پخش می‌شود، مادران متاد را مهمترین عامل اعتیاد کودکانشان جلوه می‌دهند. به گفته مصطفی اقلیمیا، کارشناس مسائل اجتماعی، اگر 4 میلیون موتاد در ایران وجود داشته باشد، باید گفت که به این ترتیب 16 میلیون نفر به طور مستقیم با اعتیاد درگیر هستند. تخمین زده می که از این میان نیمی از این جمعیت را کودکان تشکیل می دهند. بیمه سلامت 20 تا حداکثر 25 درصد هزینه درمان معتادان را پرداخت می کند. به گفته محسن روشن پجو، مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، دولت در سال 92 معادل 5 ممیز 22 میلیارد تومان برای درمان اعتیاد معتادان به حساب صندوق بیمه سلامت ایران واریز کرده است. مجلس شورای اسلامی 11 آذر ماه سال جاری طرفهای خدمات درمان اعتیاد در بخش دولتی را تصویب کرد. بنابراین مصوب دولت برای درمان اعتیاد هر ماه بین 83 هزار تومان تا 1 میلیون تومان به ازای هر فرد معتاد به صندوق سلامت پرداخت می کند. هزینه ای ارائه خدمات درمان در یک مرکز ترک اعتیاد با ظرفیت سی بیمار روزانه فقط 25700 تومان برآورده شده است. وضعیت اعتیاد در جمهوری اسلامی در تمامی سنین مختلف بسیار نگران کننده است. بیشتر مدیر کل تحقیقات و آموزش در ستاد مبارزه با مفاد مخدر ایران با اشاره به مقایسه نتایج بررسی شیوع مواد مخدر در سالهای 81 و 90 خبر داده بود که اعتیاد بین کودکان ایرانی زیر 18 سال در فاصله این سالها دو برابر شده است. حمید سرامی از مدیران ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به نتایج مطالعات شیوع شناسی اعتیاد در سالهای 81 تا 90 تصریح کرده بود طبق نتایج این شیوع شناسی رشد صد 100 درصدی شیوع اعتیاد بین کودکان زیر 18 سال را داشتیم به گفته این مقام مسئول 3 درصد از معتادان ایران بین 15 تا 19 سال سن دارند در همین زمینه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران روز چهاردهم مهر ماه بر اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر از کاهش سن اعتیاد به 15 سال در ایران خبر داده بود. علی رزا جزینی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز روز هجده شهری با اشاره به نتایج حاصل از مطالعات شناسی اعتیاد در سال 92 خبر داده بود که چهار دهم درصد از دانش آموزان کشور ماده مخدر شیشه مصرف می کنند. عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز روز 28 مرداد گفته بود یک درصد دانش آموزان یا معتاد هستند یا مواد مخدر را تجربه کردند و همچنین گفته بود که یک ممیز شش دهم درصد دانشجویان دانشگاهی وزارت بهداشت و دو ممیز شش درصد دانشجویان دانشگاهی وزارت علوم درگیر اعتیادند. به گفته مقامات جمهوری اسلامی در حال حاضر یک میلیون و سیصد هزار معتاد در ایران وجود دارد که با احتساب خانوارهای آنها 5.5 و میلیون نفر در کشور مستقیما با مواد مخدر درگیرند این در حالی است که کارشناسان آمار معتادان در ایران را بسیار بالاتر از آمارهای حکومتی میدانند نخست وزیر سابق عراق حاضر نیست هواپیمای اختصاصی را که در اختیار دارد به دولت عراق تحویل بدهد این موضوع دولت عراق را وارد بحران جدیدی کرده است منابع آگاه اضافه کردند این هواپیما از سوی ایران به نوری المالکی به هنگام نخست وزیریش هدیه داده شده بود این هواپیما یکی از هواپیماهایی است که صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق در جنگ, در جنگ بازپسگیری کویت در سال 1991 برای در امان ماندن از حملات نیروهای اطلاف به رهبری آمریکا به ایران فرستاده بود در آستانه مذاکرات دیپلماتیک برای از سرگیری روند صلح خاورمیانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که به هیچ وجه طرح عقب نشینی از مناطق اشغالی بیت المقدس شرقی و کرانه باختری را نخواهد پذیرفت اشاره آقای نتانیاهو به طرحی است که مقام های فلسطینی قصد دارند در راستای تلاش برای شناسایی کشور مستقل فلسطین به سازمان ملل متحد ارائه دهند در این طرح از اسرائیل خواسته شده طی دو سال از مناطق اشغالی عقب نشینی کند اما نخست وزیر اسرائیل گفت پذیرش چنین طرحی راه اسلام گرایان افراطی را به قلب بیت المقدس باز خواهد کرد اتحادیه عرب حمایت خود را از این طرح اعلام کرده اما آمریکا با این طرح مخالف است در انتخابات پارلمانی ژاپن که رفراندومی در مورد عملکرد سیاست اقتصادی شینزو ابه نخست وزیر این کشور به حساب می آمد، ائتلاف حاکم بر ژاپن برنده اکثریتی دو سومی شده است. گفته می شود که میزان مشارکت در انتخابات زیاد نبوده است چون اکثر رای دهندگان نه میخواستند به آقای ابه رای دهند که هنوز نشانی از موفقیت سیاست های اقتصادیش در جامعه ژاپن مشهود نیست و نه حاضر بودند به مخالفان دولت رای بدند که تا دو سال پیش دولت را در اختیار داشتند و نامحبوب بودند آقای ابه در سال 2012 به نخست وزیری رسید و تلاش کرد با افزایش قدرت خرید مردم اقتصاد ژاپن را احیا کند در پی رسانه ای شدن گسترده تجاوز در هند در دو سال اخیر برخی مدارس این کشور درس دفاع شخصی برای دختران را اجباری کردند سال گذشته میلادی بیش از 33077 مورد تجاوز در هند ثبت شده است برخی از آمارها حکایت دارد که در کشور هندوستان در هر 20 دقیقه یک زن مورد تجاوز قرار می گیرد. روزنامه سوئدی داگنز نیهتر نوشته میزان گزارش تجاوز در هند طی سال 2013 نسبت به سال پیش از آن از افزایش ده هزار نفری آسیب دیدگان تجاوز حکایت می کند. رسانه شدن برخی از این تجاوزها در دو سال اخیر افکار عمومی هند را تکان داده است در حال حاضر مردم این کشور درباره موضوعی که پیشتر یک تابو محسوب میشد در جامعه و شبکه های اجتماعی اظهار نظر می کنند. با این حال برخی از جریان های سنتگرا اعلام کردند که زنان برای در امان ماندن از تجاوز باید لباس سنتی بپوشند و تا حد امکان در خانه بمانند. رویکرد جریان‌های سنتگرا در محدود کردن حضور اجتماعی زنان با اعتراض سازمان‌های مختلف حقوق بشری در هند مواجه شده است فعالان زن و حقوق بشر اعلام کردند که مسئله دفاع از زنان نیست بلکه آزادی زنان در خطر است و باید از این آزادی دفاع کرد در پی تجاوزهای دو سال اخیر و فشار فعالان اجتماعی محافل قضایی هند نیز نسبت به خشونت جنسی به زنان حساس شدند بر اساس گفتای فلاویا آگنس وکیل و فعال حقوق زنان نگاه پلیس نیز به موضوع تغییر پیدا کرده است به گفته من سالیان دراز روی چنین پرونده های قضایی کار می کردم، اما من و همکارانم به سختی میتوانستیم زنانی را که مورد تجاوز قرار می گیرند پیدا کنیم حالا پلیس هند میتواند برای این کار به ما یاری دهد. آنان هر اطلاعاتی که بخواهیم در اختیار ما میگذارند. در جریان تجاوزهای گروهی که در دو سال اخیر جنبه ای یافته، پلیس هند با انتقادات ای روبرو شده است. در پی این انتقادات پلیس موظف شده است 15 دقیقه پس از دریافت گزارش درباره خشونت و تجاوز در محل حادثه حضور پیدا کند. با این قانون دیگر زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند مجبور نیستند که خود برای شکایت و تقاضای دادرسی به اداره پلیس مراجعه کنند. در همین حال شماری از فعالان حقوق زنان در هند در تلاش برای مبارزه با تجاوز جنسی هستند. در حال حاضر در این کشور انواعی از کلاس‌های دفاع شخصی برگزار می‌شود و بسیاری از مدارس بمبئی و دیگر شهرهای بزرگ هند آموزش این مهارت را به دختران دانش آموز اجباری کردند. همچنین بسیاری از سازمان ها نیز دوره های آموزش دفاع شخصی را برای کارکنان خود طراحی و سازماندهی کردند. تشکیل حدود 20 فعال حقوق زنان در شهری در حوالی بنبعی از این جمله است. یک معلم کاراته به نام شریف به پو گفته است قبل از هر چیز مهم این است که ترس را از خود برانی و شروع به جیغ زدن کنی و یاد بگیری که با سه یا چهار حرکت از خودت محافظت کنی و با دیگارد خودت شوی. زنان باید یاد بگیرن که چطور دستهایی را که جلوی دهانشان را گرفته و مانع فریادشان می شود پس بزنند و بر موقعیت خود کنترل داشته باشند. دولت هند در سال گذشته و با توجه به موارد مکرر تجاوزهای گروهی مجازات خشونتهای جنسی را تشدید کرده است. بر اساس قانون جدید مجازات تجاوز گروهی اعدام خواهد بود حتی اگر تجاوز منجر به مرگ قربانی نشود بر اساس قانون قدیم هند جرم متهمان تجاوز گروهی از جرائم خرد محسوب میشد و متجاوزان ممکن بود حکم حبس ابد بگیرند اما طبق قانون جدیدی که در سال 2013 تصویب شده مجازات مرگ برای جرم تجاوز مکرر در نظر گرفته شده است قانون مجازات در پی وقوع سلسله تجاوزهای گروهی در هند و مرگ یک دختر دانشجو در دهلی نو در پایان سال 2012 که موجی از خشم در این کشور را برانگیخت تغییر کرد اعدام از جمله مجازات است که فعالان حقوق بشر میکوشند که مانع صدور یا اجرای آن شوند اما در میان خشم و خروش شدید افکار عمومی جریه دار شده ی هندوستان کمتر صدایی از سوی فعالان حقوق بشر در مورد محکومیت اعدام شنیده می شود. با کمال تأسف مطلع مت... شدیم که انوشیروان ارجمند بازیگر سه ساله سینما و تلویزیون ایران روز یک شنبه 23 آذر ماه به دلیل ایست قلبی در بیمارستان درگذشت وی از اوایل آذر ماه امسال به بیمارستان پارسیان تهران منتقل و از همان زمان در بخش آی سی بستری شده بود آقای انوشیروان ارجمند در سریال های امام علی مختارنامه روزی روزگاری و پشت کوههای بلند ایفای نقش کرده بود او برادر داریوش ارجمند بازیگر و پدر برزو ارجمند بازیگر و خواننده و بهار ارجمند بازیگر بود به پایان خبرهای امروز رسیدیم با تشکر از همراهی شما تا فردا خدا نگهدار to its advantage and solve